و آنکه حاصلات پیاز امسال نسبت به سال گذشته در ولایت فرا دو برابر افزایش یافته، اما کشاورزان و فروشندگان از نرخ پایین آن در بازار شاکی هستند. مسئولان اداره زراعت فرا میگویند که در سال جاری حاصلات پیاز در این ولایت به 91,000 تن رسیده است. عبدالمنان متین رئیس اداره زراعت فرا گفته است که بیش از 80% پیاز ولایت فرا به ولایت های همجوار فرا صادر می شود. حاصلات پیاز امسال در ولایت فرا نظر به سال گذشته دو برابر گردیده. حدود 91 هزار تن پیاز داریم. تقریبا بیش از 80% پیاز ما صادر میشه به ولایت های همجوار، به ولایت های هرات صادر میشه، به ولایت های کابل، غزنی. ذخیره خانه های برای پیاز بسازیم که توسط از این ذخیره خانه ما میتونیم پیاز رو به مدت 4 یا 5 ماه نگهداری کنیم و بعد از اون که وضعیت مارکت بهتر شد ما بتونیم اون رو به بازار عرضه کنیم. اما کشاورزان با وصف افزایش حاصلات پیاز در سال روان نسبت به سال گذشته از نرخ پایین آن شاکی بوده و میگویند که واردات پیاز ایرانی باعث شده تا نرخ فروش پیاز کاهش یابد. نثار احمد یک تن از کشاورزان در فرا میگوید که با وجود کاشت مقادیر زیاد پیاز با افت بازار مواجه شده است. خپل دو خروار تخم پیاز کردن دی ترپم ډیر پرسه قیمت هم هیڅ مفت هیڅ نسته په دې شو پیدا جلک دلته راو خرڅوي شپږ ویش کیلو لري و ویش کیلو پیاز لري په دې شو پیدا ورکو دا غلې چې د بل کشور پیاز را دي د ایران او د پاکستان پیاز را دي په ژمي کې پر موږ کیلو په دې شو پیدا و دا بس جلک په دې شو پیدا ورکو. در همین حال فروشندگان پیاز از نبود سردخانه برای نگهداری پیازهایشان ابراز نگرانی میکنند. نجیب الله یکی از فروشندگان ضمن ابراز نگرانی از کاهش نرخ پیاز از حکومت خواست تا برای نگهداری محصولاتشان یک سردخانه در این ولایت ایجاد کنند. جالک با میدان که مهر من 5 افغان جالک 4 من 20 افغان میشه. این توکر داره باید اینا را پیش ما خریداری کنه تا سردخانه بره بذاره که باز کمرش بالا بره با ما بده خرج. این در حالی است که مسئولان اداره زراعت فرا میگویند که هم اکنون پیاز ولایت فرا به ولایت های هرات، کابل و غزنی صادر می شود.